غیر از گزارش رسمی و دولتی و بلان، گزارش مردمی از روشنفکر، از نمیدونم همه جور میخونم. خیلی از این گزارش ها گزارش های انتقادی است. ما هم دنبال میکنیم. ما هم اینجور نیستش که، یعنی بنده اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهنمون بوده زندگی میکنیم. نه، ما قطعا اشکال در کارمون هست، اختلال در کار مجموعه وجود داره. کم هم نیست، زیاد هم هست، اما خلاف انتظار من نیست. رهبر جمهوری اسلامی از روایت غیر رسمی تا خود واقعی، تصویر ارائه شده از آیت الله خامنه‌ای در فیلم تلویزیون دولت ایران چقدر با شخصیت او همخوانی دارد؟ از میهمانان برنامه امشب میپرسیم آیا تلاشی برای بازسازی چهره رهبر ایران به راه افتاده؟ او مرد نرمش و لبخند است یا چهره تند و سختگیر؟ در ادامه برنامه امشب، هشدار نخست وزیر عراق به گروه‌های شبه نظامی در آستانه سالگرد ترور سلیمانی. مصطفی کاظمی تا به حال برای مقابله با گروه‌های مورد حمایت ایران چه کرده؟ شروع صبح کابل با 4 انفجار، 4 نفر از جمله یک نیروی امنیتی کشته شدند. و نگاهی به مهمترین تحولات سیاسی جهان در سالی که گذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در 3 دهه اخیر نام آیت الله خامنه ای در رسانه های جهان بارها در کنار رهبران نظام های اقتدارگرا قرار گرفته، چهره هایی که در جایگاهی بالاتر از قانون هستند، با اختیاراتی بی حد و حصر و در مسند های مادام العمر. در سالهای اخیر هم مخالفانش او را با سیاست مشت آهنین در برابر اعتراضهای خونین به یاد می آورند. ولی این روزها برنامه تلویزیونی در ایران پخش شده که تلاش می کند از او چهرهی متفاوت نشان دهد. روحانی خوشمشربی که با دقت به انتقادها گوش می کند و کم و بیش اهل شوخی و بذل‌گویی است. او که میگوید مدافع حقوق اهالی فرهنگ، خصوصا سینماگران و طنزپردازان است و از کسی کینه به دل ندارد. ولی چرا در این شرایط چنین چهره ای از او نشان داده می شود؟ اصلا خود واقعی او به کدام تصویر نزدیکتر است؟ رهبری عبوس با رجزخانی علیه آمریکا در کنار موشک‌های دوربرد، یا مقامی نرمخو نزدیک به مردم و تشنه شنیدن انتقادها؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. دومین قسمت از فیلمی که تلویزیون ایران آن را مستند غیر رسمی نامیده، برنامه تلویزیونی که تلاش کرده چهره مردمی و مثبت از رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد. مستندی که پر است از اظهار محبت رهبر جمهوری اسلامی ایران به هنرمندان و متخصصان فناوری. همه دوستان و ظاهرن همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم. و گاه شوخی های او در آنچه اسمش را دیدارهای مردمی گذاشتند. مستند را دفتر حفظ و نشر آثار آقای خامنه ای تهیه کرده و محمد علی صدرنیا معاون ارتباطات و رسانه سازمان هنری اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارگردانی. به گفته آقای صدرنیا این مستند قسمت های دیگری هم دارد که در آینده پخش خواهد شد. تأکید قسمت دوم غیر رسمی بر دیدارهای آقای خامنه‌ای است با کسانی که میگویند از مردم عادی اند. دیدارهایی که گرچه طرفدارانش با آن افتخار میکنند، اما امری معمول در اکثر کشورهای دموکراتیک است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در دوران حکومتش به عنوان ولی فقیه هیچگاه در برابر هیچ روزنامه‌نگاری ننشست تا به سوالات او پاسخ دهد. یکی از این دیدارها 2 هفته بعد از اعتراضهای سراسری دی ماه 96 انجام شده. اعتراضهایی که ابتدا دلایل اقتصادی داشت و بعد دامنه آن به نزدیک به 100 شهر و به مخالفت با نظام سیاسی هم کشیده شد. این هم انتقادات عبدالحسن برزیده، کارگردان سینما. از شاید جسارت باشه، ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم.
در همان روزها که اعتراض‌های سراسری دیماه سرکوب شد و تعداد زیادی بازداشت و ده‌ها نفر کشته شدند، رهبر جمهوری اسلامی گفت گزارش‌های مردمی را می‌خواند و از آنچه رخ می‌دهد آگاه است. خیلی از این گزارش‌ها گزارش‌های انتقادی است. ما هم دنبال می‌کنیم. اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهن اون بوده زندگی می‌کنیم. نه. ما قطعاً اشکال در کارمون هست. اختلال در کار مجموعه وجود داره. کم هم نیست. اعتراض های سراسری در سالهای 96، 97 و 98 نشان می دهد صدای اعتراض مردم آنطور هم که آیت الله خامنه ای می گوید یا به اون نمی رسد یا آنقدر که می گوید اهمیتی ندارد. اما این مسئله رو هم پنهان نکرده که همه برای او یکسان نیستند. من تک تک مردم رو دوست می دارم. یعنی همه رو دوست می دارم. برای همه دعا میکنم. من اهل دعا، به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا فلان، برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و قدیستر و بهتری بکنم. نمونه اش هم سرنوشت امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. 8 نفر از امضا کنندگان نامه سرگشاده به آقای خامنه ای برای استعفا از 6 تا 16 سال زندان محکوم شدند. مستند غیر رسمی واکنش هایی هم داشته، از جمله حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری. دیدارهای غیر رسمی برای رهبران نیازی ضروری و برای اهالی فرهنگ و هنر مایه دلگرمی است. توان گفتگوی صمیمانه نشان از سوابق مطالعاتی و مایه های قوی فکری است. ای کاش در همان روزهای دیدار مستندها پخش می شد. ای کاش رئیس جمهور هم دیدارهای غیر رسمی خود را با اهالی فرهنگ و اندیشه منتشر کند. روزنامه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم امروز به این مستند واکنش مثبت داشتند. روزنامه جامع جم تیتر زد پنجشنبه‌های خانه پدری، اشاره‌ای به دیدارهایی که تا پیش از شیوع کرونا روزهای پنجشنبه انجام می‌شده. روزنامه جوان با تیتر رهبری و دلبری خبر پخش این مستند را بازتاب داده. روزنامه رسالت هم رفتار آیت الله خامنه ای را رهبری پدرانه نامیده، مسئله‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی به شدت آن را به چالش می‌کشند. منتقدان می‌گویند نزدیکان آیت الله خامنه ای در پی ایجاد تصویری پدرانه، ساده زیست و دموکرات از او هستند که همیشه هم حرف آخر را نمی‌زند. اما چقدر این تصویر به واقعیت نزدیک است؟ فرین آسمی، بی بی سی. عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از تهران با ما. آقای داوری از سال 1372 که عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بودند، بارها با آیت الله خامنه ای در جمعی دیدارهای خصوصی داشتند. و همینطور محمد جواد اکبره، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از منتقدان آیت الله خامنه ای، از پاریس با ما هستند. سوال اول را از آقای داوری می‌پرسم. در تهران بعد از 31-2 سال از شروع رهبری آیت الله خامنه ای این مستند به نمایش گذاشته میشه، چرا؟ جناب آقای موسوی، من خدمت جناب عالی و جناب آقای اکبری و بینندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. ببینید، به نظر من این اتفاق 31 سال دیر در واقع شکل گرفته. واقعیت این است که تصویرسازی از آیت الله خامنه ای در 31 سال اخیر از 32 جریان شکل گرفته و باعث شده یک تصویر نامنطبق بر تصویر واقعی ایشون در اذهان عمومی و رسانه ها نقش ببنده. جریان اول، جریان اصلاح طلب یا تجدید نظر طلب بوده که به خصوص از سال 76 به طور مشخص تلاش کردن تا حتی در المان‌های تصویری، یعنی وقتی عکسی رو از رهبری میخوان انتخاب بکنن بعد در صفحات روزنامه‌اش قرار بدن، اون تصویر رو در فرم عصبانی و فرم خشن انتخاب بکنن. این که دارم به شما عرض میکنم فکت‌های متعدد داره. یکی از عکاسان روزنامه‌های اصلاح طلب در دهه نیمه دوم دهه 70 به خود من گفت، زمانی که در ایسنا بودم به من گفت که به ما گفتن که عکسایی رو که از رهبری میخواید در صفحات کار بکنید حتما دارای شرایط اخ، خشونت، خط و نشان کشیدن باشه. جریان دومی که به اعتقاد من در این تصویرسازی غیرواقعی مشارکت کرد
جریان رسانه‌ای نزدیک به حزب اللهی ها هست، مثل روزنامه کیهان، مثل یال اسارات، که اینها هم چون در کنه ذات خودشون یک نوع اقتدارگرایی دارن، علاقمند بودن که تصویر اقتدارگرا از رهبری رو القا بکنن. واقعیت این است که ما اگر آیت الله خامنه‌ای رو در المان‌های تاریخی، در روند تاریخیشون از پیش از سال 57 و بعد از سال 57 بهش بپردازیم، می‌بینیم که کاملاً اون تصویری که سعی شده توی این سال‌ها از ایشون ساخته و پرداخته بشه، یعنی تلاش شده در این 30 سال که تصویرشون تصویر فردی خشن، تصویر فردی اقتدارگرا، تصویر فردی غیر مردمی باشه که با واقعیت ایشون در یک تضاد جدی هست. ببینید، ما میتونیم نسبت به عملکرد زیرمجموعه ایشون، الان تو همین گزارشتون بود بعضی احکام قضایی، خب حتما خطاها و در واقع نقاط ضعفی وجود داره، اما خود آیت الله خامنه ای با تصویری که در واقع گذشتهش وجود داره، ببینید ایشون پیش از انقلاب یک کتابی هست که آقای موسوی به نام کتاب شرح اسم که آقای هدایت الله بهبودی نوشتن، زندگی نامه آیت الله خامنه ای پیش از سال 57. من زمانی که در وزارت کشور بودم این کتاب رو به همراه جمعی از کارشناسان تحلیل محتوا کردیم، صحیح، و اونجا شبکه ارتباطی آیت الله خامنه ای رو ترسیم کردیم. جالبه بدونید شما بینندگان محترم، شبکه ارتباطی آیت الله خامنه ای پیش از انقلاب نقطه ثقل روشنفکران، چهره‌های آکادمیک و کسانی هست که در محیط‌های نویسندگان و روشنفکران قرار دارند و ارتباطات ایشون اتفاقا در حوزه روحانیون و اقشار مذهبی محدودتر. آقای داوری، خیلی کوتاه خیلی کوتاه، شما این مستند رو متناسب و نزدیک به چهره آیت الله خامنه ای می‌بینید؟ خیلی کوتاه لطفاً. بله، من اعتقاد دارم که این مستند تا حد زیادی نزدیک شد. اینو من توی توییت‌های چند روز اخیر هم بهش اشاره کردم. آقای اکبرانی، شما چی فکر می‌کنید؟ سلام، وقت شما بخیر. ببینید، وقتی میگیم که این مستندی که پخش شد متفاوت با اون تصویری که مثلا دیگران از آقای خامنه ای ارائه دادن، سوال اینه که مگه دیگران چی میگفتن که تو این مستند ما متفاوتش رو میبینیم؟ آیا مگه کسی تا حالا گفته که آقای خامنه ای مثلا اهل شوخی کردن نیست؟ مثلا آقای خامنه ای نمیخنده، آدمه، میخنده. توی این مستند مگه ما چی میبینیم؟ میخنده، شوخی میکنه، لپه یکی رو میکشه. دیدیم یه تصویری مثلا اینجوری بود. خب هر آدمی همینجوره، با دوستاش، با حلقه های رفقاش یا کسانی که به هر نحوی باهاش مرتبطن ممکنه بخنده، شوخی بکنه و از اون کادر جدیش و رسمیش فاصله بگیره. هیچ کس تا حالا نگفته بود ایشون اهل این چیزا نیست. دو تا نقد اصلی درباره آقای خامنه ای بود که ما توی مستند هم میبینیم، هیچ تفاوتی با بیرونش نداره. اون دو تا نقد اصلی هم، یکی این که ایشون هرگز ایرادی به خودش نمیپذیره، همینی هم که تو گزارش شما پخش شد، دو جمله بعدش رو نگاه بکنید، ایشون میگه برید به صدا و سیما بگید، برید به نخبگان بگید، نقش خواص اینجا مهمه. از خودش چیزی نمیپذیره، هیچ ایرادی رو درباره خودش نمیپذیره. تازه به منتقدش میگه که من همه این چیزایی که شما گفتید و خودم میدونم، هر روز گزارشش به من میرسه. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون تمام اتفاقاتی که داره میفته در خصوص نقض حقوق بشر، در خصوص حدک حرمت انسان ها رو جزئیات میدونه، کلی رو مسیر نظام میدونه، بقیه رو جزئی میدونه. توی همین مستند ما میبینیم که نکاتی که به ایشون میگن، ایشون میگه نه، اگر کلان نگاه بکنیم انقلاب داره مسیر خودشو میره، ما مثلا در نقطه مقابل آمریکا هستیم. یه نکته هم آقای داوری اشاره کردن به این که روزنامه های اصلاح طلب مثلا تصویری از آقای خامنه ای ارائه میدادن. اتفاقا روزنامه های اصلاح طلب اون روزا یه جمله هایی رو از آقای خامنه ای برجسته میکردن که بتونن باهاش یه جور وارد تعامل بشن، که به خاطر همون تیترها الان اصلاح طلبا متهمن به مدارا با آقای خامنه ای در گذشته. اتفاقا آقای خامنه ای فراموش نکنیم تو خطبه نماز جمعه معروفش که رسما از خشونت دفاع کرد و گفته بود چه تصویری از امام علی ارائه میدید. اتفاقا ایشون حدیث داریم خشنون فی ذات الله. من یادم نمیره این روزا آقای خامنه ای خودش تلاش کرد تصویر خودش رو اونجوری که هست نشون بده و تعامل بقیه با ایشون و مدارای بقیه با ایشون هم کمک نکرد، و در واقع اون چه که ما تو این مستند میبینیم به گمانم
هیچ چیز ویژه‌ای نیست. بله ممکنه خوشوبش ایشون چون از کادر رسمیش خارج شده رو بعضی از به ویژه پیروان ایشون تأثیر بذاره، اونم در روزگاری مثل. که به هر حال اعتبار ایشون به نظر میرسه که مثل گذشته نیست. آقای داوری، من وقتی شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کردم بعضیا بسیار به یک مسئله عامیانه استناد کرده بودند، دم خروس یا قسم حضرت عباس. این چهره‌ای که شما میگید به خود واقعی اون نزدیکتر است، این رو باور بکنیم، یا اون موضع سرسختانه‌ای که بلافاصله بعد از قضیه بالا رفتن قیمت بنزین گرفتن و بعد هم به گفته خود دولت، به گفته خود حاکمیت بیشتر از 200 نفر کشته شدند، بعضی از حالا رسانه‌ها حرف از صدها و بالاتر از 1000 نفر میزنند؟ جناب آقای موسوی، ما اعتراضاتی که در سالهای اخیر صورت گرفته رو یه دور با هم بررسی بکنیم. ما در دوره 31 ساله رهبری آیت الله خامنه ای اولین اعتراض مهم در سال 78 صورت گرفت، مسئله کوی دانشگاه، که خب یک مسئله در واقع سیاسی و محدود به صنف خاصی بود. 10 سال میگذره، این بازار زمانی دقت کنید، 10 سال میگذره و ما به انتخابات 88 میرسیم که باز اعتراض از جنس اعتراض سیاسی و محدود به گروه ها و طبقات خاصی هست، یعنی طبقات متوسط به بالا و نوع مطالبه سیاسی. منتها شما بیاید ببینید که در این سالهای دولت آقای روحانی به جهت بیکفایتی، به جهت بیتدبیری و به جهت رها شدن اداره کشور، ما از سال 96 به این طرف هر سال دوچار یک نوع در واقع آنومی اجتماعی، یک نوع آشوب هستیم. این اتفاقاتی که در این سالها افتاده که اعتراضات از طبقه یقه سفیدها به طبقه یقه آبیها گسترش پیدا کرده، این دقیقاً به خاطر نوع عملکرد دولت آقای روحانیه که با وعده حل 100 روزه مشکلات کشور بحران رو امروز تا جایی عمق داده که بخش عمده از مردم ایران امروز به گوشت دسترسی ندارن، امروز به تغذیه مناسب دسترسی ندارن. این به اعتقاد من ارتباطی که با عملکرد آقای خامنه یا اینکه گفته شده مشت آهنین این دولت بوده که ببینید، من میخوام اینا رو تفکیک کنیم. اعتراضات پیش از این در دوره های 10 ساله با فاصله 10 ساله و با جنس مطالبات سیاسی بوده. دولت آقای روحانی کار رو به جایی رسونده که مردم به خاطر نان شبشون، به خاطر گرسنه نموندنشون به کف خیابون میان. بعد آدم ماهیت این اعتراضات و بازار زمانیش رو بهش بپردازه. آقای اکبری، روش بازه های زمانیشون میگه، من بذارید یادآوری کنم. اعتراضات اولا مختص به این سالهای اخیر نیست، از ابتدای دهه 70 ما اعتراضات نان داشتیم، اعتراضات معطوف به اقتصاد داشتیم نه به سیاست. ما سال 72 اعتراضات داشتیم، ما اعتراضات اسلام شهر داشتیم، ما مشهد داشتیم، آدم کشته شد، سرکوب شد، اتفاقا در سالهای نخست رهبری آیت الله خامنه ای هم بود. این یک نکته، یعنی اصلا این که بخوایم محدودش کنیم به سالهای اخیر اینجور نیست. نکته دوم این که شما نگاه کنید به تاریخ این جلسه‌ای که توی مستند میاد، 2 هفته بعد از اعتراضات دیماه که بیش از 100 شهر اعتراضات شده، نگاه کنید این آقا نشسته انگار به اصطلاح معروف ککش هم نمیگزه و داره صحبت میکنه برای خودش، تقصیر خودش هم نیست، تقصیر دیگرانه، برید به دیگران بگید. این مستند یه قسمت اولی هم داره که 3 ماه پیش پخش شد. اون قسمت اول خیلی عجیب تره. 30 آبان 88، یعنی اون زمانی که اینترنت ایران قطع بود و اینا در حال کشتار در خیابان بودن، این آقا ریلکس نشسته بود داشت خاطره گوش میکرد. این که ما در واقع با بیرون بردن بحث از بستری که داریم توش حرف میزنیم بخوایم سفید سازی بکنیم آقای خامنه ای رو، یا در کلانتر بگیم بخوایم سفید سازی بکنیم این نظام رو، چیزی از کارنامه سرکوب و تباهی نظام کم نمیکنه. من به گمانم این مستند اتفاقا اگر بنای سفیدسازی نداشته باشیم گواه خوبی است بر کارنامه ایشون. آقای داوری، خب شما اینجا از آیت الله خامنه ای دفاع میکنید، ولی در دولتی شما کار کردید که همون آقای احمدی نژاد
فردی که وقتی در مراسم تحلیف حاضر شد ما همه یادمونه دست آیت الله خامنه ای رو بوسید. او کسی بود که 10 روز قهر کرد، اصلا رفت نتونست با آیت الله خامنه ای کار بکنه. ببینید حالا این که روایت شماست، یعنی آیه احمدی‌زاده قهر نکرد، اصلا هیچ وقت قهر نکرد، این مشخصه، بالاخره موضع‌گیری های ایشون مشخصه، اینا روایت های رسانه‌ای از اون صحنه است. من به اعتقاد من اینگونه نیست. آقای داوری اینو همه جا گفتن، قطعا به خاطر کرونا که ایشون دورکاری نمی کردن در اون زمان، رفتند امورات رو تقریبا به حال خودش رها کردند. نه این روایت رسانه است. اگر مراجعه کنید در همون مقطع دولت فعال بوده، رئیس جمهور به کارهای عادیش مشغول بوده. نه این روایت رسانه است، من اینو قبول ندارم. ایشون قهر نکردن، ایشون همیشه در کنار در واقع مردم بودن. بله اختلاف نظر با آیت الله خامنه‌ای تو امور اجرایی یه امر طبیعیه، منتها مسئله این است که این مسائل در چارچوب خودش پیش می‌رفته، یعنی اختلاف نظر بوده، گفته می‌شده و رئیس جمهور نظر خودش رو می‌داده و نهایتاً هم در واقع اون جنبندی که صورت می‌گرفته و نظر رهبری بوده تو کشور اجرا می‌شده. آقای احمدی‌زاده هیچ وقت در دوران ریاست جمهوریشون نظر رهبری رو تعطیل نکردن. نظرات خودشون گفتن ممکنه با اون نظری که رهبری هم داشتن اختلاف نظری داشتن یا قبول نداشتن، اما نهایتا دیدگاهشون رو گفتن. ایشون به عنوان مهمترین مشاور رهبری، خب رئیس جمهور دیگه دیدگاهش هم مسئله جایی میگه، مسئله میگه، منتها نهایتا با توجه به ساختار نظام و با توجه به اینکه تو اصل 57 قوه مجریه زیر نظر رهبریه، آقای احمدی نژاد تو چارچوب قانون اساسی طبیعتا از نظرات رهبری تبعیت میکردن. شما یک مورد بیارید که در واقع دستورات رهبری و دیدگاه رهبری در دولت های احمدی نژاد بر زمین مونده باشه. من یه نکته ای رو آقای موسوی اگر اجازه میدید عرض کنم. ببینید آقای اکبری، من بهشون علاقه دارم، ارادت دارم، منتها ببینید ما با کینه، با حقد، با اینها صحبت نکنیم. قطعا آیت الله خامنه‌ای معصوم نیستن، قطعا ایشون هم در محاسباتشون، در رفتارهاشون اینها ممکنه بررسی کنیم، اشکالات و انتقادات و خطاهایی باشه، اما ما منصف باشیم. بحث سفیدسازی واقعا منصفانه نیست. ببینید این مستند که فقط تصاویر ایشون رو نشون داد، اصلا مگه در این مستند کسی اومد تحلیل بکنه؟ بسه. همون مسائل رو به طور واقعی نشون دادن که اینها جاش در رسانه‌های ما مخفوله. ببینید مثلا آقای اکبری الان میگن ایشون با دوستانشون خوشبش می‌کردن. آقای بهروز افخمی در مجلس ششم جزء فراکسیون جبهه مشارکت بود، ایشون در تحصن شرکت داشت. خب شما برخورد رهبری با ایشون دیدی بسه. و یا صحبت های برزیده، یعنی میخوام بگم این روایت، یعنی الان متاسفانه دوستان ما همین مستند رو الان دارن در این صحنه بی بی سی دارن خلاف واقع روایت میکنن. وای به حال این که بخوام چیزی که دیگه دیده نشده. ما که من یه جمله دیگه اگه اجازه بدید بگم، اگر فرصت آخرم هست. من دیروز یکی از متولدین دهه 60 که در زندان سال 96 با من هم اتاق بودیم، ایشون به من زنگ زد گفت فلانی من تا قبل از این مستند ببینم این ایشون متولد 67 به من گفت آقای داوری من قبل از این مستند رو ببینم از آقای خامنه‌ای متنفر بودم و امروز پشیمونم که چرا فریب رسانه های اصلاح طلب و رسانه های جهانی خوردم و تصویر واقعی ایشون رو در واقع به صورت غیر واقعی دیدم. آقای اکبرین شما موافقین با این چی که آقای داوری گفتند؟ ایشون ماشاءالله انقدر از این شاخه به اون شاخه میپره که دشوار پاسخشون. اون نکته که راجع به آقای افخمی گفتن، آقای افخمی از دوستان خود بنده هم بوده. آقای افخمی در سالهای اخیر تغییر کردند و هیچ ربطی با آقای افخمی نماینده مجلس ششم ندارن، اینو همه میدونن. این آدرس غلط دادنه. اینکه روایت خانه نشینی آقای احمدی نژاد و ایشون دیگه رسانه ها ساختن، رسانه ها نساختن، ده ها تن از مسئولین گواهی دادن، از جمله آیت الله یزدی میگه من رفتم خونه باهاش صحبت کردم گفتم آبروی نظام داره میره، خواهش کردم شما برگرد. اینا که اینجوری نیست که من میگم سفید سازی. ایشون میگه که از کینه و حقد، ببخشید که صدها نفر تو خیابون میکشن، من بلد نیستم که با مدارا صحبت بکنم. آقای داوری و آقای احمدی نژاد دوستانشون 3 نفر رو بردن زندان، زمین رو بردن آسمون، یعنی شهر رو به هم ریختن. حالا اگه شما توقع دارید صدها آدم کشته بشه در سال 88، در سال 96، در سال 98، بنده با مدارا حرف بزنم که مبادا از انصاف دور بشم، خیر، بنده با افتخار
اینجور حرف میزنم و بحث کینه هم نیست، روایت کارنامه تباه ایشونه در این سالها و من تصور میکنم که تاریخ ایران امروز و آینده فریب این خنده های این مستند رو نخواهد خورد و گواهی خواهد داد که او در حق اقتصاد این کشور، در حق فرهنگ این کشور، در حق امنیت این کشور و در حق فرهنگ این کشور چه کرد. هر کدوم از آقایون فقط یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه وقت دارن، جنبندی بکنین. آقای داوری شما بفرمایید، بعد هم همین مقدار آقای اکبرین وقت خواهند داشت. من خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. ببینید، تصویر سازی از آیت الله خامنه‌ای در یک سال اخیر حتی در همین برنامه داره مورد تحریف قرار میگیره. ما اگر مراجعه کنیم به دیدگاه های ایشون، آیت الله خامنه‌ای کسی هست که وقتی دولت مهندس موسوی فیلم برزخی ها رو تعطیل میکنه و پایین میکشه، فیلمی که درش ناصر ملک مطیعی، فردین، مرحوم فردین، مرحوم ملک مطیعی و مرحوم ایرج قادری بودن، ایشون تنها کسی هست که در دولت دفاع میکنه. ایشون تنها کسی هست که خانم طاهره صفارزاده رو در شورای انقلاب در سال 58 پیشنهاد میده به در واقع شورا که یک عضو زن حضور داشته باشه. موارد متعدده. من مثال میدم سخنرانی ایشون در مورد زبان فارسی سال 67 بررسی بشه که ایشون اونجا گفتن زبان عربی ظرفیت‌های زبان فارسی رو برای بیان حقایق اسلام نداره. واقعیت این است که نوع نگاه رسانه‌ها، چون سیاست جهانی بر این هست که نقطه قدرت در جمهوری اسلامی و نقطه ثقل قدرت در جمهوری اسلامی این مورد هجوم و هدف قرار بگیره. ببینید، داشتن موشک که جزء الزامات یک نظام سیاسی هست، ما اقتدارمون رو باید حفظ بکنیم. متشکرم آقای داوری. ضعف آیت الله خامنه‌ای تلقی بشه. آقای اکبرین، حدود یک دقیقه. ارجاعات آقای داوری به آقای خامنه‌ای سال 58 به آقای خامنه‌ای اوایل انقلاب. ما داریم درباره کسی صحبت میکنیم که نزدیک به 32 سال قدرت مطلقه داره. شما به هر کس قدرت مطلقه، ثروت بیشمار و قدرت بیمهار میدید، همینی میشه که الان هست. وگرنه ما راجع به گذشته، زمانی که ایشون قدرتش محدود بود، که حرف نمیزنیم. اما از این گذشته بگم یه چیزی هم حالا بگیم که این مستند قطعا جذابیت داشته برای مخاطبانی که آقای خامنه ای رو در کادر رسمی دیدن و حالا ناگهان میبینن این کادر رسمی و جدی شکسته. ایشون یه ذره شوخی میکنه. اینو لازم هم داشتن به لحاظ تبلیغاتی برای آینده. بالاخره یه کارهایی دارن برای مسئله رهبری، یه مقدار باید تصویر ایشون رو تلطیف بکنن، نیاز دارن به لحاظ اجتماعی. من یاد آقا جمال موسوی افتادم که چند شب پیش از ایشون خواسته شده بود که مثلا برقصن. شما فرض کنید اگر آقای موسوی که همیشه با خودشلوار و اصا قورت داده اجرا برنامه میکنه، حالا اگر میومد میرقصید، اصلا تصویر آقای موسوی عوض میشد و یهو خیلی جذابیت خاصی ایجاد میکرد. قاعدتا تصویر آقای خامنه‌ای هم حالا شکسته، یه ذره شوخی و خنده میتونه تلطیف بکنه ایشونو تو افکار. خیلی ممنونم، متشکرم از محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و همینطور عبدالرضا داوری، مشاور وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در تهران. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله ایران به پایگاه عین الاسد، آمریکا میگوید گزارش‌هایی از احتمال حمله تلافی جویانه دیگری از طرف ایران وجود دارد. ایران و گروه‌های شبه نظامی نزدیک به تهران در عراق دست داشتن در حمله راکتی هفته پیش به سفارت آمریکا را تکذیب کردند. آمریکا اما ایران را مظنون شماره یک خوانده. حالا نخست وزیر عراق هم هشدار داده آماده برخورد قاطع با گروه‌های شبه نظامی است. خبر رسیده که دو عضو گروه اصحاب اهل حق نزدیک به ایران هم بازداشت شدند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. تصاویر بازدید شبانه نخست وزیر عراق از دو منطقه در پایتخت. مصطفی کاظمی همان دیشب هشدار داد که دولتش آماده رویارویی قاطع با گروه‌های شبه نظامی در عراق است. تصویر حضور شبانه آقای کاظمی در بغداد با همراهی موسیقی در اکانت رسمی یوتیوب روابط عمومی نخست وزیری عراق منتشر شده. شاید تلاشی برای برگرداندن اعتماد مردم در مسئله برقراری امنیت در عراق. یک هفته بعد از اینکه بغداد شاهد این صحنه ها بود، راکت‌هایی که یک شنبه پیش به سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شدند. حمله‌ای که یک سرباز عراقی را مجروح و آسیبی جزئی به محوطه سفارت وارد کرد. متهم شماره یک این حمله‌ها اغلب گروه‌های مورد حمایت ایران بودند. حمله هفته پیش را اما هم تهران و هم کتائب حزب‌الله از نزدیک‌ترین این گروه‌ها به ایران محکوم کردند.
ایران زمان و نحوه این حمله را و البته موضع‌گیری آمریکا علیه خود را مشکوک خوانده. واکنشی به این موضع‌گیری وزیر خارجه آمریکا. شبه نظامیان مورد حمایت ایران بار دیگر آشکارا و بی‌پروا به بغداد حمله و شهروندان عراقی را زخمی کردند. حق مردم عراق است که این مهاجمان را تحت پیگرد قرار دهند. مجتمع سفارت آمریکا واقع در جنوب منطقه سبز بغداد پایتخت عراق در یکی دو سال گذشته بارها هدف حمله راکتی قرار گرفته. حملاتی که همواره بر خطر رویارویی ایران و آمریکا در خاک عراق افسوده. حملات این بار اما در آستانه سالگرد قتل قاسم سلیمانی و حمله انتقام جویانه ایران به پایگاه عین الاسد مقر آمریکایی‌ها در عراق بیش از هر زمان دیگری حساسیت برانگیز است. در شرایطی که ظاهراً گزارش‌هایی از تدارکات ایران برای حملات انتقام جویانه بیشتر در سالگرد این وقایع وجود دارد و سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا هشدار داده آماده واکنش به این حملات احتمالی است. این هشدار مستقیم رئیس جمهوری آمریکا به ایران. روز یکشنبه چند راکت به سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد. 3 راکت عمل نکرد. حدس بزنید ساخته کجا هستند؟ ایران. حالا هم حرف از حملات راکتی بیشتری است علیه آمریکایی‌ها. یک توصیه دوستانه به ایران برای سلامتش. اگر یک آمریکایی کشته شود، من شما را مسئول می‌دانم. خود دانید. بالا رفتن سطح تنش بین دو طرف ایرانی و آمریکایی و احتمال رویارویی غیر مستقیم این دو در خاک عراق اما به نظر دیگر برای عراقی‌ها قابل قبول نیست. اینها واکنش خشمگینانه چند ماه پیش عراقی‌ها به یک حمله دیگر به سفارت آمریکا. این بار علاوه بر هشدار روشن مصطفی کاظمی نخست وزیر در این رابطه، حالا مقتدی صدر از رهبران شیعی عراقی هم این کشور را قربانی منازعه ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها خوانده. تأکید کرده که عراق اصولاً بخشی از این منازعه نیست و البته از تهران خواسته عراق را از درگیری‌های خود دور بدارد. خاورمیانه آرام است اما زیر پوست منطقه التهاب زبانه می‌کشد. از خلیج فارس که زیردریایی نظامی آمریکا از کمتر از یک هفته پیش وارد آب‌هایش شده تا خاک عراق که حاکمانش دیگر نمی‌خواهند بستر یک تقابل نظامی دیگر باشد. شبنم شعبانی، BBC. دو میهمان داریم، قیس قریشی تحلیلگر مسائل سیاسی عراق با ما هستند و همینطور البته تمرکز آقای قریشی عملکرد نیروهای طرفدار ایران در منطقه به ویژه عراق هست و همینطور موسی شریفی خبرنگار تحلیل و تحلیلگر مسائل جهان عرب و همینطور عضو تحریری شبکه خبری العربیه که از دبی با ما هستند. سوال اول رو اجازه بدید که از آقای قریشی بپرسم. آقای قریشی، مناقشه بین ایران و آمریکا مدت هاست که به عراق کشیده، اول بد نیست در مورد وضع گروه های طرفدار ایران خصوصا اصحاب اهل حق به ما بگید، اونها در معادلات سیاسی الان چه وضعیتی دارند؟ ببینید، با توجه به تغییر رویکرد کاخ سفید در ماهای آینده، وضعیت متحدین ایران در عراق اجمالاً وضعیت مستقر و با اعتماد به نفس بالاییه. اصحاب اهل حق هم جزء گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله، النجبا و بقیه گروه‌های طرفدار و متحد ایران در اصل هستن. اتفاقی که افتاده و واکنش‌ها به این اتفاق، یعنی موشک پراکنی به سفارت، هیچ کس از طیف‌های محور مقاومت باور نداره که این کار این گروه و این محور باشه و متحدان ایران و حتی خود ایران باشه، به خاطر اینکه تقریبا یک سال دکترین دفاعی ایران متمرکز بر صبر استراتژیک بوده، یعنی بذارن ببینن تکلیف انتخابات آمریکا چی میشه و بعدش حالا تصمیماتی بگیرن بر اساس اینکه کی برنده انتخابات بشه. این موشک پراکنی در این لحظه به زعم خیلی از تحلیلگران، کارشناسان و حتی رهبران گروه‌های مقاومت در عراق کار طرف سومه. میدونید در عراق فقط ایران نیست که نفوذ داره، شما نفوذ، یعنی مجموعه‌ای از نفوذهای منطقه‌ای و جهانی وجود داره، از سعودی و امارات و ترکیه و آمریکا و اسرائیل گرفته تا حالا بهرحال برسیم به ایران. برنده این قضیه، برنده هر درگیری بین آمریکا و بین آمریکا
و ایران قطعا طرفداران آمریکا در عراق از جمله آقای کاظمی، یعنی آقای کاظمی محسوبه که به جهت آمریکایی حساب شده نه جهت ایرانی و کشورهای منطقه مثل مخصوصا اسرائیل، سعودی و امارات. آقای شریفی شما چی فکر میکنید؟ با سلام به شما و مهمان گرامیتون. ببینید، من به نظرم وضعیت این شبه نظامیان وابسته به ایران مخالفم که اینا وضعیت مستقری دارن، اینا وضعیت بسیار شکننده ای دارن، خصوصا بعد از اینکه انقلاب اکتبر عراق مردم عراق به وضوح نشان دادن که با اینا مخالفن، بارها دفاتر اینا رو سوزوندن و اکثر کنشگرانی که کشته شدن به دست همین شبه نظامیان، خصوصا اصحاب اهل حق، خب مشخص شد که اینا پشت این کشتار بودن و درسته که تحقیقات عراق بر اثر نفوذ اینا نتونست به نتیجه‌ای برسه، ولی اینا مسئول این کشتارها بودن و اگر شاهد هستین در قیام اکتبر مردم عراق، اکثر مناطقی که قیام کردن علیه اینا مناطق کاملا شیعه بود، مثلا در نجف، در کربلا و حتی یادمه در میسان دو تا از عناصر اصحاب اهل حق به دست مردم بسیار خشمگین عراق کشته شدن و خیلی فجیع از آمبولانس کشیده شدن و کشته شدن. بنابراین وضعیتشون بسیار شکننده است، جایگاه مردمیشون خیلی ضعیفه و از نظر منطقی شما میدونید این شبه نظامیان خیلی منفورن، خیلی جامعه به اصطلاح منطقی اقلیمی از نظر کشورهای عربی، از نظر خیلی از کشورها در منطقه اینا محبوبیتی ندارن، اینا تنها ساپورتی که دارن، تنها مشروعیتی که دارن وابستگی ایدولوژی بسیار شدید و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی که از ایران دریافت میکنن بسه. این تنها انگیزه بقای ایناست، ولی اگر ایران روزی از اینا دست بکشه یا یک تحولی در ایران به وجود بیاد، مطمئنن حتی یک هفته اینا نمیتونن در عراق دوام بیارن. آقای قریشی شما چی فکر میکنید؟ یک زمانی نوری المالکی خواست که گروه های مسلح رو جمع بکنه، مدتی طولانی با مقتدا صدر درگیر شد، اون زمان جیش مهدی رو داشتن، موفق نشدن. مصطفی کاظمی ظرفیت این رو داره، توان این رو داره که از در مقابله این گروه ها رو کنترل بکنه؟ ببینید آقای موسوی، مصطفی کاظمی واقعیت اینه که با تغییر کابینه، تغییر آتی کابینه آمریکا 20 روز دیگه، خودش رو تو موضع ضعف می‌بینه. رو این حساب یک بار هم اومد گلاویز شد با گردان‌های حزب الله عراق که خب اینا نزدیک بود وارد منطقه سبز شدن و نزدیک بود خودش هم دستگیر بکنن. بعید میدونم آقای مصطفی کاظمی توی این وقت باقی مانده یعنی شرایط همراهش نیست، مخصوصا با رفتن آقای ترامپ از کاخ سفید. در رابطه با اجمالا نیروهای مقاومت در عراق، ببینید این نیروها تشکیل شدن چون آمریکا عراق رو اشغال کرد، یعنی حواسمون باشه که برعکس نشه، ما فکر نکنیم این نیروها تشکیل نشدن یعنی بعد از اشغال عراق از سوی آمریکا سال 2003 نیروی مقاومت به وجود اومد و تا زمانی که نیروهای آمریکایی و سفارت آمریکا عملیات داشته باشه در ترورها، در عملیات نظامی خارج از تایید دولت عراق، نیروهای مقاومت دست بالا را خواهند داشت، مگر اینکه روزی روزگاری آمریکا تصمیم بگیره روی کردش رو در عراق تغییر بده، با عراق مثل یک کشور صاحب استقلال برخورد بکنه. قطعا اون زمان میشه گفت که حالا ایرانی ها هم حمایت خواهند کرد که نیروهای مقاومت جذب محافل سیاسی و امنیتی کشور بشن، ولی تا اون موقع بعیده، به خاطر اینکه تا زمانی که آمریکایی ها در عراق نقش یک نیروی غیر منضبط رو بازی میکنن و بدون اجازه دولت عراق میتونن ترور بکنن، میتونن هر عملی رو انجام بدن، خیلی بعیده که نیروهای مقاومت عراقی سلاحشون رو زمین بندازن. و حالا با آقای شریفی هم مخالفم واقعا، اینه که ببینید به هر حال نصف اکثریت پارلمان دست شیعیان عراق که همین نیروها جزوی از اون هستن و اینکه اگر حمایت ایران نباشه به هر حال
60 درصد جمعیت عراق شیعه است و نیروهای فعالی هستند در آقای شریفی. بله آقای شریفی اشاره کردن به این که در هر صورت این گروه‌ها گروه‌هایی نبودند که مثلا واکنشی، اینها در حقیقت نتیجه حضور نظامی آمریکا بوده در عراق. ببین اولا اینا رهبرانی که اینا رو دارن هدایت میکنن خودشون با تانکای اشغالگر آمریکا وارد عراق شدن. این در سال 2003 اینا به اصطلاح با اشغالگران آمریکایی وارد شدن. آقای شریفی همه عراقی ها با تانک، یعنی سنی ها و کرد ها هم همینطوری. بذار من تموم کنم آقای. بفرمایید. قریشی اجازه بدید که آقای شریفی حرفشون کامل کنه. ببینید اولا اینا رهبرانشون با تانک های عراقی وارد عراق شدن و آمریکایی، میبخشید، با تانک های آمریکایی. آقای نورالمالکی نوار ازش هست، ویدیو ازش هست تو شبکه‌های اجتماعی، در کنگره آمریکا چاکرتم و نوکرتم و من نوکر آمریکا هستم تا این مرحله ای صحبت ها رو کرده. بقیه آقای حکیم که فوت کرد، عبدالعزیز، اون برادرش تو ایران بودن، ولی آمریکا تونست اینا رو بیاره. بنابراین آمریکا یک معادله واقعی در عراق، چه بخوایم چه نخوایم. اما مسئله مصطفی الکاظمی، اصلا مصطفی الکاظمی چرا اومد آمریکا؟ آمریکا مصطفی الکاظمی را نه آورد. مصطفی الکاظمی خودش برآمده از یک قیام سراسری بود که باعث سرنگونی اون دست نشانده ایران بود. دست نشانده ایران آقای عبدالمهدی که سرسپرده به تمام معنای ایران بود. این آقا تنها گزینه عدم سرنگونی کل نظام سیاسی عراق بود. اگر این آقای کاظمی نمی اومد، به نظر من، و اون کرونا نمی اومد، الان چیزی به نام نظام سیاسی شیعه وجود نداشت. شیعه، میبخشید، به مفهوم ایرانی، البته شیعیان عراق اکثرا مخالف ایرانن. اینه به تمام جز میتونم بگم، چون ما تظاهرات اکتبر، ما که در مناطق سنی تظاهرات نداشتیم، در بغداد داشتیم، در مناطق شیعه و در شهرهای دیگه. ببینید مردم عراق، من آقای قریشی رو خیلی احترام میذارم، ولی یک مسئله در عراق به وجود اومده بعد از شکست واقعا فلاکتبار گفتمان سیاسی شیعه طرفدار ایران در عراق، و بعد از اینکه از سال 2003 تا کنون هیچ دستاوردی برای ملت عراق نداشتن، گفتمان فرقه‌گرایی شیعه و سنی اینا عراقی ها ازش گذر کردن. انقلاب اکتبر اگر متوجه باشید یک هویت جدیدی به عراقی ها داده و شعار عراقی ها ارید وطن، ارید وطن، نه سنی، نه شیعه، نه کرد، نه ترکمان، نه مسیحی، هیچ کدوم از این شعارها در تظاهرات های عراقی برجسته نبود. بنابراین هویت عراقی از یک هویت ناسیونالیسم عرب یا یک فرقه گرایی مریض بی فراورده مثل گفتمان شیعه و سنی اینا اصلا دیگه از این گذر کرده. و جوانهای عراق شما دیدید در سرودهاشون سرودهای ملی فراگیر داشتن. خیلی از کنشگرهایی که در بغداد کشته شدن، در مناطق دیگه کشته شدن، خیلی هاشون ترکمن بودن، کرد بودن، سنی بودن، شیعه بودن. بنابراین گفتمان ایران که با فرقه گرایی بخواد در عراق بازی کنه، این شبه نظامیان آخرین نفسهای خودشون دارن میکشن. اگر این گفتمان شریفی، بله جان، شما به ملیگرایی در عراق اشاره کردید، من همین رو از آقای قریشی میپرسم. در کنار این حرکتی که نشانهایی از ملیگرایی در اون دیده میشه، ما تضعیف موقعیت اقتصادی ایران رو داشتیم و گروه‌هایی که مورد حمایت ایران بودن، فکر نمی‌کنید که مجموع اینها ورق رو ممکنه به زیان ایران برگردونده باشه؟ ببینید در جواب آقای شریفی باید بگم، ببینید حاصل تضاد اعتراض‌های مناطق سنی در سال 2013-14 شد داعش، و همون کسی که حاصل اون اعتراض‌ها رو ختم به داعش کرد، دنبال اینه که در مناطق شیعه نشین عراق اون سناریوی ویرانی مناطق شیعه رو به بار بیاره. روی این حساب خیلی نمیشه رو تظاهرات‌های اینطوری، تظاهرات‌های که دنبال هرج و مرج می‌گردن، یعنی هیچ هدفی ندارن. تظاهرات عراق درسته، بله محترمان، مردم به هر حال این که در ضعف و در مشکل دارای مشکلن شکی نیست، ولی این که تو هیچ هدفی، یعنی این تظاهرات اکتبر سال
گذشته هیچ هدفی رو دنبال نکرد الا نابودی، یعنی عملا شما الان نگاه کنید وضعیت اقتصاد عراق بسیار شکننده تا در زمان آقای کاظمی که رفیق آمریکاست، دوست آمریکاست، بسیار شکننده تر از دولت آقای عادل عبدالمهدیه. وقتمون خیلی کمه متاسفانه، اگه جنبندی کنیم نهایتاً به نظر من ببینید ایران داره تو زمین خودش بازی میکنه. این آمریکاست که 7000 10000 مایل دریایی داره دنبال اعمال نفوذ در عراق. ایران، شکست ایران در منطقه خودش کار ناممکنه. متاسفم که وقتمون تموم شد. ممنونم از قیس قریشی، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، اینجا در استودیو با ما، طور موسا شریفی، عضو تحریر شبکه العربیه از دبی با ما. صبح امروز دست کم 4 انفجار با فاصله زمانی کمی از یکدیگر در کابل پایتخت افغانستان رخ داد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته در این انفجارها 4 نفر کشته و 4 نفر هم زخمی شدند. یکی از کشته شدگان معاون تیم حفاظت از معاون دوم رئیس جمهوری بوده و سرور دانش در گذشت یا کشته شدن او را تایید کرده. وقوع این انفجار همزمان شده با برگزاری دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل. خبرنگار ما رویین رهنوش در کابل درباره جزئیات این حادثه بیشتر گفت. اولین انفجار ساعت 7 صبح امروز در ساحه چمن حضوری از بخش‌های مرکزی شهر کابل رخ داد و انفجار بعدی هم حدود 3 دقیقه بعد در غرب کابل و انفجارهای سوم و چهارم هم در شرق و غرب کابل رخ دادند. این رویدادها با ادامه حملات و ترورهای هدفمند هفته‌های اخیر رخ می‌دهد. در یکی از انفجارهای امروز هم محمد مهدوی از اعضای ارشد و معاون تیم امنیتی محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، کشته شد. دو روز پیش هم فرشته کوهستانی، فعال مدنی و حقوق زن در ولایت کاپیسا ترور شد و پیش از او هم یوسف رشید، رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در حمله مردان مسلح در کابل جان باخت. حملات و ترورهای زنجیره‌ای اخیر واکنش‌های را در بیرون و درون افغانستان به دنبال داشته. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، چند پیش خواهان توقف این حملات شد و گفت که بر روند صلح آسیب میزنند. امروز ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر نهادهای مربوطه هدایت داده که همه عاملین حملات تروریستی اخیر را بازداشت بکنند و به جزای عملشان برسانند. روین رهنوش بود، خبرنگار ما در کابل. در سال جاری میلادی که در آخرین روزهای اون هستیم، سیاست جهانی هم مثل بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی از شیوع کرونا تأثیر گرفت. به عنوان مثال، مخالفان گسترش و نفوذ سازمان‌های بین‌المللی مثل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، کرونا را به فرصتی برای تضعیف حکمرانی جهانی تبدیل کردند. ولی فراتر از کرونا، روابط بین‌الملل در سالی که گذشت تحولات مهمی را تجربه کرد که بعضی از اونها مستقیم یا غیر مستقیم با ایران و افغانستان مرتبط بودند. کیوان حسینی در گزارشش به بررسی بعضی از این تحولات پرداخته. حتی اتفاق کم سابقه ای مثل همه‌گیری جهانی یک ویروس کشنده هم نتونست سال 2020 رو برای سیاست بین الملل، چه برای ایران و چه برای باقی بازیگران جهانی، به یک سال کم ماجرا یا حتی بدون خشونت تبدیل کنه. برای ایران این سال که با ترور یک فرمانده ارشد نظامی آغاز شده بود، با ترور یک دانشمند هسته‌ای به پایان رسید. برای افغانستان، به رغم اینکه گام‌های مهمی برای مذاکره با طالبان در همین سال برداشته شد، حملات مرگبار در تمامی 12 ماه این سال ادامه داشت. برای ایران، سال 2020 با کشته شدن قاسم سلیمانی آغاز شد. تنها 3 روز بعد از اینکه این سال شروع شده بود، فرمانده معروف سپاه قدس به همراه ابو مهدی مهندس، از یاران وفادارش در میان شبه نظامیان عراقی، در نزدیکی فرودگاه بغداد در حمله راکتی ارتش آمریکا کشته شد. حمله‌ای که به دستور شخص دونالد ترامپ انجام شد و کشور آمریکا هم از پذیرش مسئولیت اون هیچ ابایی نداشت. از تشییع جنازه سلیمانی که در کرمان بیش از 50 کشته بر جای گذاشت، تا تبلیغات گسترده حکومت ایران برای گرفتن انتقام سخت و در نهایت حمله موشکی بدون تلفات به قرارگاه نیروهای آمریکایی در عراق،
کشتن سلیمانی روزهای پرالتهابی رو برای ایران و منطقه به وجود آورد و به این نگرانی دامن زد که ایران و آمریکا درگیر جنگی جدی بشن. خوشبختانه جنگی میان ایران و آمریکا در نگرفت، اما متاسفانه این موضوع موجب نشد تا تعدادی از خانواده‌های ایرانی و اوکراینی و افغان و کانادایی و سوئدی و بریتانیایی عزادار نشن. وقتی خبر کشته شدن تمامی 176 سرنشین یک هواپیمای مسافربری متعلق به کشور اوکراین منتشر شد، تنها 8 روز از آغاز سال 2020 گذشته بود، درست در همون شبی که ایران اعلام کرد به انتقام مرگ قاسم سلیمانی به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق حمله کرده. اول اعلام شد که این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط کرده، اما بعد از اینکه نخست وزیر کانادا اعلام کرد که به این هواپیما شلیک شده، سپاه بعد از 3 روز تکذیب پذیرفت که به سوی این هواپیما شلیک کرده. بعد از مدتی تکذیب دوباره روشن شد که نه فقط یک بار، بلکه دو بار به هواپیما شلیک شده. در تمام طول سال 2020 خانواده‌های بازماندگان به دنبال پاسخ بودند و هنوز پرونده اونچه رخ داده ابهامات بیشماری داره و بسیاری از خانواده‌های قربانیان هم از روند بررسی پرونده در داخل کشور راضی نیستند. در نهایت سال 2020 به رغم این شروع پرالتهاب به سالی تبدیل شد که در اون ایران و آمریکا یکی دیگه از پیچ‌های تند روابط پرماجرای خودشون رو به هر شکلی بود بدون یک درگیری گسترده رد کردند. این سال برای پرونده تنش تهران و واشنگتن سالی بود که در اون ایران هر روز با تحریم‌های تازه‌ای از طرف واشنگتن روبرو می‌شد. و از اون طرف هم طرف ایرانی به رغم اصرارهای مکرر دونالد ترامپ از موضعش کوتاه نمی‌اومد. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اما فراتر از ایران، انفجار بزرگ در بندر بیروت یکی دیگه از مهمترین اتفاقات سال 2020 در خاورمیانه بود که بازتاب رسانه‌ای بسیاری هم در سطح جهانی پیدا کرد. انفجار نزدیک به 3000 تن آمونیوم نیترات که موجب شد بیش از 200 نفر کشته بشند و بیش از 6000 نفر هم در پی این انفجار مجروح شدند. 300000 نفر به دلیل این انفجار بی خانمان شدند. و این انفجار باعث شد نخست وزیر و کابینه‌ای که بعد از مدت‌ها بی‌ثباتی سیاسی در ابتدای سال 2020 در لبنان به قدرت رسیده بود استعفا کنند و این کشور تا پایان سال اسیر بی‌ثباتی سیاسی بشه. درست یک ماه بعد از انفجار بیروت، مذاکرات صلح افغانستان برخلاف فاجعه در لبنان به برخی خوشبینی‌ها دامن زد. در این دور مذاکرات این بار به جای آمریکا نمایندگان حکومت قانونی افغانستان روبروی طالبان و اعضای این گروه نشستند. مذاکرات که در دوحه قطر آغاز شد، در آغاز هر قدر ارزش‌های نمادین خوبی برای صلح و آینده افغانستان داشت، اما به مرور با خواسته‌های گروه طالبان در ارتباط با مسائل اسلامی به یک مذاکرات دشوار و نفسگیر تبدیل شد. بعد از چند ماه گفتگو در آخرین ماه سال 2020 اعلام شد که دو طرف بر سر یک متن 3 صفحه‌ای به عنوان چارچوب مذاکرات توافق کردند، مذاکراتی که قراره در اون به یک جنگ داخلی 20 ساله پایان داده بشه. اما هرقدر که در شرق ایران از احتمال صلح سخن به میون میاد، در شمال غرب پشت مرزهای ایران اوضاع درست در همون ماهی که مذاکرات صلح افغانستان آغاز شد حسابی به هم ریخت. درگیری‌های پراکنده‌ای که در ماه سپتامبر بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ شروع شد، خیلی سریع به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. جنگی که در جریانش بر اساس آمار رسمی حدود 6000 نفر کشته شدند و جمهوری آذربایجان در اون موفق شد کنترل بخش‌های قابل توجهی از مناطق خودش را از ارمنی‌ها پس بگیره. اما در این حال کنترل بخش اصلی اونچه که در زمانی استان خودمختار ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی خونده میشد همچنان در دست ارمنی‌های اون منطقه باقی موند. یکی دیگه از تحولات مهم و تاریخی سال 2020 عادی‌سازی روابط اسرائیل با تعدادی از کشورهای عربی بود، تحولی که تا امسال دنیا فقط دو بار شاهدش بوده، یک بار در سال 1978 که مصر با اسرائیل صلح کرد و یک بار هم در سال 1994 که اردن تصمیم مشابهی گرفت. سال 2020 اما به نام امارات و بحرین سند خورد و کمی بعدتر مراکش و سودان هم به جمع این کشورهای عربی پیوستند، رویدادی که این صحنه‌های مهم رو در خاورمیانه ثبت کرد، جایی که توافق صلح بحرین و امارات با اسرائیل در حیات کاخ سفید در واشنگتن امضا شد.
و این توافق‌ها در حالی با میانجیگری آمریکا به دست اومدند که دونالد ترامپ تنها چند هفته تا انتخابات سال 2020 کشورش فاصله داشت، انتخاباتی که به دلیل تأثیر بسیار سیاست‌های کاخ سفید بر تحولات جهانی هر چهار سال یک بار به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های مختلف در سراسر جهان تبدیل میشه. انتخابات سال 2020 آمریکا به دلیل ادعاهای دونالد ترامپ به یکی از تاریخی ترین رویدادهای سیاسی این کشور تبدیل شده، وضعیتی که در تاریخ مدرن این کشور سابقه نداشته. دونالد ترامپ که در این انتخابات باخته مصر که انتخابات آمریکا سالم و دموکراتیک نبوده و تقلب شده، اگرچه همه شکایت‌های دونالد ترامپ و طرفدارهاش در دادگاه رد شدند، اما او هنوز کوتاه نیومده و میگه ریاست جمهوری جو بایدن مشروع نیست چون دموکرات‌ها تقلب کردند. اگه تا روز سوگند ریاست جمهوری جو بایدن اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نده، از پایان سال 2020 دونالد ترامپ تنها 20 روز ساکن کاخ سفید خواهد بود. اما قبل از اینکه این سال پرخبر به پایان برسه، ایران یک بار دیگه به صدر خبرهای جهان و قلب یک تنش ملتهب پرتاب شد بعد از ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای در تهران. محسن فخری‌زاده که شاید تا قبل از روز ترورش چهره معروفی نبود، در 27 نوامبر در نزدیکی پایتخت ترور شد و همه نگاه‌ها را متوجه اسرائیل کرد. به ویژه وقتی روشن شد که بنیامین نتانیاهو دو سال پیش به اسم فخری‌زاده اشاره کرده. اسرائیل مدعی بود که فخری‌زاده در یک پروژه ساخت سلاح هسته‌ای فعال بوده. در نهایت ایران اسرائیل را متهم کرد که به این ترور دست زده، ولی اسرائیل به شکل رسمی این اتهام را تکذیب یا تایید نکرد. اگرچه واکنش ایران یا در واقع بیواکنشی ایران موجب شد تا تنش نظامی بین تهران و تل‌آویو شکل نگیره، اما بسیاری این موضوع رو با باخت ترامپ در انتخابات مرتبط دونستند، چرا که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده که به برجام برگرده و ایران ظاهراً به هیچ قیمتی نمیخواد دست به اقدامی بزنه که این فرصت از دست بره. بدین ترتیب ایران به عنوان یه بازیگر بین المللی در حالی پا به سال 2021 میذاره که بعد از یک سال دشوار و سخت امیدوار شرایط با اومدن جو بایدن کمی بهتر بشه. اما در این حال نه فقط ایران و خاورمیانه، بلکه در سطح جهانی این امیدواری وجود داره که سال 2021 هرچه هست از سالی که به آخرش رسیدیم بهتر باشه، چون این احتمال مطرحه که بحران کرونا در سال آینده به پایان برسه که طبیعتاً اگر این اتفاق رخ بده علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجه، اثراتش در میدان سیاست جهانی هم قابل ردگیری خواهند بود. کیوان حسینی بود. میتونید این برنامه 60 دقیقه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه این برنامه رو تا آخر دیدید.